بررسی های انجام شده نشان می دهد که وضعیت مسلمانان فرانسه روز به روز در حالی بحرانی تر شدن است و بیش از پیش مورد آزار و اذیت قرار می گیرد بر همین اساس روزنامه نیویورک تایمز با انتشار گزارشی به بررسی وضعیت مسلمانان فرانسه پرداخت و اقدام های صورت گرفته علیه آنان به خصوص از طرف دولت فرانسه را زیر ذره بین قرار داد همکارم علی اکبری گزارش می دهد پایمال شدن حقوق مسلمانان در فرانسه رنگ و پوی تازه ای به خود گرفته و موجب جلب توجه رسانه های بین المللی شده است روزنامه نیویورک تایمز با تهیه و انتشار گزارشی در این باره به فشار علیه مسلمانان فرانسه و عوامل آن پرداخته است در این گزارش آمده به گفته محققان دانشگاهی در فرانسه در میان فرانسویهای دور از وطن تعداد فضاینده ای از مسلمانان وجود دارند که میگویند تبعیض یک عامل فشار قوی است و احساس می کنن که مجبورند به دلیل تعصب و اصالت آزاردهنده درباره امنیت این کشور را ترک کنند در همین راستا صبری لوتا نویسنده فرانسوی از عشق خود به زبان فرانسوی و دلبستگی به زادگاهش در جنوب شرقی فرانسه صحبت می کنن. او از نزدیک کمپین انتخابات ریاست جمهوری آینده را زیر نظر دارد اما صبری همه این کارها را از فیلادلفیا انجام می دهد. صبری که پس از حملات سال 2015 در فرانسه توسط افرادگرایان که منجر به کشته شدن تعداد زیادی از مردم شد و آسیب های عمیقی به آن کشور وارد کرد شروع به تحقیق درباره آن کرد. با تشدید احساسات علیه همه مسلمانان فرانسوی او دیگر در آنجا احساس امنیت نمی کرد و مورد توهین قرار می گرفت. صبری که نوه مهاجرانی مسلمان از الجزایر است گفت واقعا حملات 2015 بود که باعث شد من فرانسه را ترک کنم زیرا فهمیدم که آنها ما را نمی بخشند. وقتی در یک شهر بزرگ دموکرات در ساحل شرقی آمریکا زندگی می کنید آرامش بیشتری نسبت به پاریس دارید قبل از انتخابات ماه آوریل سه رقیب اصلی امانوئل مکرون که طبق نظر ها انتظار می رود نزدیک به 50 درصد آرا را به خود اختصاص دهند همگی کمپین های ضد مهاجرتی راه اندازی کردند که مضمون آنها ترس از این است که ملت فرانسه با تهدید تمدنی از طریق تهاجم غیر نظامی کشورهای دیگر روبرو شود این موضوع در رأس دستور کار آنها قرار دارد حتی اگر مهاجرت واقعی به فرانسه از اکثر کشورهای اروپایی عقب باشد. مسلمانان فرانسه که حدود ده درصد از جمعیت این کشور را تشکیل می دهند جایگاه عجیبی در کمپین انتخاباتی اشغال می کنند. این نه تنها نشانه جراحات ماندگار ناشی از حملات 2015 و 2016 است که صدها کشته بر جای گذاشت بلکه نشان دهنده مبارزه طولانی فرانسه بر سر مسائل هویتی و روابط حل نشدهش با مستعمرات سابقش است